سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با داستان یکی از نسخه های فرعی فرانچایز رزیدنت ایول، یعنی رزیدنت ایول اوتبرک. رزیدنت ایول اوتبرک در تاریخ 11 دسامبر سال 2003 برای کنسول پلی‌استیشن 2 منتشر شد. این بازی قرار بود انقلابی تو این فرانچایز به وجود بیاره و ایده های جدیدی رو واردش کنه. برای نمونه این اولین بازی تو سری رزیدنت که قابلیت بازی چند نفره و کوآپ رو داره. کاراکترهای بازی هم کاملا جدیدن و ارتباط چندانی با شخصیت های اصلی نسخه های قبلی ندارن. بازی در 5 پرده یا سناریوی جداگانه روایت میشه. داستان این بازی رو در 2 قسمت آماده میکنیم که امروز با قسمت اولش با شماییم. خب اگه آماده اید شروع کنیم و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین، لایک و سابسکرایب و اون زنگوله کنارش یادتون نره. پرده اول، شیوع. در تاریخ 24 سپتامبر 1998 8 نفر در میخانه جک مشغول نوشیدن هستند، در حالی که خبرهایی از خشونت‌های شهری در راکون سیتی از طریق رسانه‌ها به گوش میرسه. این 8 نفر شامل کوین، یه مأمور پلیس که شیفت کاریش تموم شده، مارک و باب که مأمور تأمین امنیت هستند، جیم یه کارگر مترو، جورج یه پزشک، دیوید یه لوله‌کش، سیندی پیش خدمت بار جک، آلیسا یه روزنامه‌نگار مستقل و یوکو یه کارمند آمبرلا که از نوعی فراموشی برخورداره. ویل و صاحبای بار آماده میشن که کم کم بار رو ببندن، ولی نمیدونن امشب قرار نیست شب آرومی باشه. اینجاست که مردی که ظاهراً حالت نرمال نداره وارد میشه و گردن ویلو گاز میگیره. بعد این اتفاق بازمونده ها تصمیم میگیرن به گروه های مختلف تقسیم بشن و یکی از اون گروه ها به همراه باب به طبقه دوم میرن. باب بدتر طی حمله زامبی ها مجروح میشه و برای جلوگیری از تبدیل شدن خودشو میکشه. آرتور و ریموند داگلاس دوتا مأمور پلیس دیگه از تمام شهروندا میخوان منطقه رو تخلیه کنن. برای همین بازمونده هایی که تو بارگیر کردن به داخل یه ساختمون میپرن تا بتونن به اون دوتا پلیس و بقیه ملحق بشن. در ادامه آرتور توسط زامبیا کشته میشه، اما گروه با ریموند به راهش ادامه میده ولی نمیتونه خودشو به محل قرار برسونه. ریموند هم توسط گروهی از زامبیا کشته میشه. این زامبیا خودشون به وسیله یه ماشین حمله سوخت که منفجر میشه نابود میشن. نهایتا بعد از خروج از اونجا خودشونو به مسافرخونه‌ای به نام اپل میرسونن. اینجاست که با دوریان و دوتا بازموندی دیگه روبرو میشن. به خاطر موانعی که سر راه قرار داره، دوریان که راننده ون پلیسه نمیتونه با ون پلیس اونا رو زیاد از منطقه دور کنه. گروه از مرکز خرید راکون سیتی عبور میکنه، جایی که متوجه میشه پلیس قراره عملیاتی ترتیب بده که طی اون عملیات صدها زامبی به وسیله انفجار بمب و تخریب خیابان اصلی شهر از بین برن. اما عملیات خوب پیش نمیره و اریک و الیوت از مجریای عملیات کشته میشن، که این موضوع گروه رو مجبور میکنه که خودشون دست به کار بشن و چاشنی بمب رو آماده و فعال کنن. بعد این اتفاق نیروهای کمکی پلیس از راه میرسن و امنیت منطقه رو به دست میگیرن. گروه هم به همراه ون پلیس دوریان منطقه رو ترک میکنه. پرده دوم، زیر نقطه صفر. این پرده از روایت بازی در آزمایشگاه نست اتفاق میفته، آزمایشگاهی که تو بازی رزیدنت 2 دیدیمش، جایی که برکین و همسرش مشغول توسعه ویروس جی بودن. اگه داستان اون بازی رو نمیدونین، لینکش رو تو دیسکریپشن همین ویدیو گذاشتیم. یه محقق شرکت آمبرلا سعی داره خودشو به پشت یه کپسول بزرگ که تو آزمایشگاه قرار داره برسونه، اما توسط یه دانشجوی دختر تیر میخوره.
no turning back now. But it'll all be worth it. در همین بین یوکو سوزوکی، جورج همیلتون و آلیسا اشرف رو به سمت تونل زیرزمینی آزمایشگاه هدایت میکنه تا بتونن از اونجا فرار کنن. همین که میرسن در آزمایشگاه بسته میشه. اینجاست که یه محقق شرکت آمبرلا در رو باز میکنه، ولی این بازمونده ها رو نمیشناسه. اون خودش رو همکار قدیمی یوکو معرفی میکنه و میگه اسمش مونیکاست. همین که دارم با هم صحبت میکنم، مونیکا ناگهان آیدی کارت یوکو رو میقاپه. یوکو توجهش به چمدونی که مونیکا داره با خودش هم میکنه جلب میشه. اونا تصمیم میگیرن برن و مونیکا رو پیداش کنن. وقتی که به کانال تهویه هوا میرسن، تصمیم میگیرن به دو گروه تقسیم بشن. کمی جلوتر اونا با استفاده از یه نوع ماده شیمیایی، یه جور گیاه جهش‌یافته که سر راهشون قرار گرفته رو از بین میبرن تا بتونن به طبقات بالایی دسترسی پیدا کنن. مونیکا توسط یه موجود عجیب غریب مورد حمله قرار میگیره، درست زمانی که قصدش از اونجا فرار کنه. اونا یه شعله افکن جوشکاری پیدا میکنن و با اون شعله پخش کن موفق میشن یخ اهرامی که یخ بسته رو آب کنن و بازش کنن. این آب کردن یخ باعث میشه آسانسور به کار بیفته. اینجاست که مونیکا دوباره ظاهر میشه، در حالی که کپسولی که تو چمدونش بود شکسته و در ادامه از هوش میره. یوکو، آلیسا و جورج با استفاده از آسانسور خودشونو به یه لوکوموتیو میرسونن. اینجاست که مونیکا دوباره ظاهر میشه، ولی در شکل و شمایلی جدید. اون قبلا نمونه ویروس جی رو به خودش تزریق کرده و همین مسئله باعث ایجاد یه لارف تو قفسه سینه شده که حالا سر برآورده و اونو تبدیل به هیولای بزرگ کرده. این لارف بزرگ خودش رو به بالای آسانسور میرسونه. نهایتا این لارف تحت فعل انفعالاتی به موجودی به نام جی تبدیل میشه. بعد از یه درگیری سخت، سرآخر موفق میشن اون هیولا رو با استفاده از لوکوموتیو از بین ببرن و با همون منطقه رو ترک کنن. تو قسمت بعد به پرده های بعدی روایت داستان بازی میپردازیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.